امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز در خدمت خانم لقمانی عزیز هستیم. زحمت کشیدن تشریف آوردن دفترمون و میخوایم در مورد آیلتس صحبت بکنیم و سوالایی که توی پست آخر در مورد آیلتس ازشون پرسیدید رو مطرح بکنیم و استفاده بکنیم از حضورشون. خیلی ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم بزرگواری. شروع هم صحبتی چیزی نداریم، بریم مستقیم سوال سوالا. خیلی هم عالی. خب ما به ترتیب خوردن لایک میپرسیم میایم پایین دیگه. در مورد اولین سوال پرسیدن که منابع سلف استادی به ترتیب مطالعه برای کسی که از سطح 6 میخواد خودش رو به 7 برسونه چیه دقیقا؟ ببینی اصلا یه چیزی هست که من اول بهتره که با این شروع کنم که فرق 6 و 7 اصطلاحاً یه نمره است، ولی زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. بنابراین کسی که الان سطحش در حد 6 یعنی امتحان داده و 6 شده، برای اینکه 7 بشه باید خیلی زبان عمومیش بهتر شده باشه. یعنی به نظر من متوسط باید یک سال وقت گذاشته باشه تا زبان عمومیشو از 6 از سطح 6 برسونه به 7 و بعد از اون تازه شروع کنه به تست دادن و برای خود امتحان آیلتس آماده شده که اون شاید 2 ماه یا 3 ماه طول بکشه. اینی که خیلی از من سراغ منبع سلف استادی میگیرن، ببینید این یک امتحانه و این امتحان تکنیکیه، یعنی تکنیک داره. بنابراین یه معلمی میتونه به شما تکنیکا رو یاد بده، ولی لزومی نداشته که شما این راه رو خودت بری و کشف کنی و سعی و خطا کنی و به قول معروف ترایل اند ارور بری تا ببینی که چی درسته چی غلطه. بهتر اینه که از یک کسی که این راه رو رفته و راه و چاه و بلده کمک بخوای و بگه که چی کار بکنی، چی بخونی، چی نخونی. خصوصا توی رایتینگ و سپیکینگ حتما باید فیدبک بگیری و فیدبک خب مسلما من خودم نمیتونم به خودم فیدبک بدم، حتما باید یک کسی دیگه باشه که رو کار من نظر بده، از من بهتر باشه، راه و چاه و بلد باشه، بتونه من نظر بده. Having said that، چون که خیلی بچه ها دنبال منابعم که خیلی خیلی زیاده، همیشه من یه چیزی و یه خاطره یو میگم. من اون موقعی که خودم واسه فوق لیسانس درس میخوندم میرفتم کتابخونه ملی. کتابخونه ملی فقط بچه های فوق لیسانس و دکترا رو راه میده و بچه ها همه اونجا تقریبا تو بخش عمومیش دارن آیلتس میخونن. و نگاه میکردم، از بالا پایین رو نگاه میکردم، میتونم بگم از 10 نفر 8 نفر داشتم تو کتابخونه واسه آیلتس میخوندن و همه با 15 تا 20 تا کتاب اومده بودن و من همیشه دلم میخواست اونجا توی این تراس وایسم یه بلندگو دستم بگیرم میگم به خدا یکیش بسته. حالا حداقل اون یک روزی که میای کتاب خونه یه دونه بسته. این منابع زیاد واقعا نه تنها کمک نمیکنه، بلکه از سرعت آدم هم کم میکنه. به قول انگلیسی زبونه آدم رو فرستریتید میکنه چون به نتیجه نمیرسی. توی آی جی تی وی اینستاگرام من 4 تا فکر کنم یا 5 تا پست گذاشتم که کتابایی که من باشون کار کردم و کتابایی که من به شاگردای خودم کار کردم و جواب گرفتن و همه رو برای هر 4 تا سکیل به تفکیک دونه دونه گفتم، حتی عکساش هم گذاشتم که بتونن رفرنس کنن برن ببیننشون. خیلی بعد پس اون کتاب ها حالا یکی از 6 به 7 باشه یا مثلا از 5 به 6 یا از 7 به 8 not really واقعا فرقی نمیکنه. یعنی شما یه توضیح باز اولیه‌ای من بدم، فکر می‌کنم خیلی از سوالای دیگر جواب بده. اصطلاحا من همیشه به بچه‌ها میگم شما از من پرسین که چیزی که به من میگین اینه که من نمیدونم کجا، دقیقاً هم نمیدونم کجا میخوام برم، ولی تو بگو چقدر طول میکشه. شما اینکه کجایی نشون دهنده اینه که و اینکه کجا میخوای بری نشون دهنده اینه که چقدر طول میکشه. همونطور که گفتم مثلا اگه در حد 6 و میخوای 7 بشی، به نظر من حدودا 1 سال 6 ماه طول میکشه، بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه بسته اینکه چقدر وقت بذاری تا بتونی برسی به 7. باز اگه 5 باشی و بخوای برسی به 6 خیلی خیلی کمتر، یعنی شاید در عرض 5 ماه 6 ماه بتونی 5 تا 6 بکنی. ولی چیزی که مهمه اینه که من خواهش میکنم از بچه‌ها که این گول let's say پروپاگاندایی که توی دنیا هست و در حال بیشتر هم توی ایران حالا با توجه به شرایطمون هست نخورن که ما میتونیم 2 ماه 3 ماه شما رو یه نمره اینجوری ببریم بالا یا بیاریم پایین. حتما باید لولی که میخوان شروع کنن
برای آیلتس خوندن از لحاظ زبان عمومی در حد اون نمره باشه، بعد تازه برن سراغ تکنیک های آیلتس، و اون واقعا 2 ماه 3 ماه بیشتر طول نباید بکشه. خیلی از کجا میشه فهمید که چندیم؟ همین که بریم ماک بدیم آزمون؟ یه راهش که خب ماکه که الان خیلی خیلی هم زیاد شده و تقریبا همه مؤسسات یه ماک برگزار می‌کنن، خیلی هم گرون نیست. حالا نسسرلی اون جواب و فیدبکی که به شما میدن فیدبک 100% درست و دقیقی نخواهد بود، بستگی به مؤسسه ای داره که میرن امتحان میدن، ولی به هر حال حدودی به شما میگه که حدودا شما چندی، و این ایده رو بهت میده. اگه هم بتونن یه معلم متخصص پیدا کنن که کارش این باشه، مثل یه دکتری که کارش اینه، شما تا میگی من سرم درد میکنه میفهمی که این سردرد دلیلش چی میتونه باشه و چی کارش باید بکنه، یه معلم حرفه‌ای هم 3 دقیقه 4 دقیقه که با شما حرف بزنه میتونه به یک سطح زبانه چیه و بعد چی باید بکنه. خب بعد سوال بعدی گفتن که اگر 9 ماه تا آزمون فرصت داشته باشیم برای گرفتن حداقل 7 چه راهکاری رو پیشنهاد میکنی؟ کلاس فشرده آیلتس میتونه کمک کننده باشه؟ من از شما یه سوالی بپرسم با توجه به دانشم، این الان چی رو کم داره از اون دوتا چیزی که من گفتم؟ گفتم میگن من نمیدونم کجام، نمیدونم من کجا میخوام برم، این الان باز یکشو نداره. این 9 وقت رو میدونه چقدر داره؟ وقت رو میدونه کجا میخواد برم. آره. میدونه حداقل 7 رو میخواد ولی نگفته کجاست. آها آره آره ولی آره. نمیشه بشه جواب نمیشه داد. آره دقیقاً از اونجایی که شروع کرد. ولی مثلا اگر 6.5 باشه، اگر که 6.5 باشه و بخواد 7.5 بشه، برای اینکه یه کسی 7.5 بشه بعد یا حداقل 2 تا اسکیلشو 7.5 بشه یا 8 داشته باشه، و برای گرفتن نمره 7 و بالاتر شما زبان عمومی باید ادوانس بشه، و ادوانس واقعی، نه ادوانسی که شما توی مؤسسه لول رفتی بالا و پاس شدی، و هیچ کس هم بهتر از خود ما نمیتونه بگه که من ادوانس واقعی هستم یا نیستم. خودمون همیشه میدونیم که آیا ما ادوانس واقعی هستیم یا نیستیم، ولی به هر حال برای 7 و نمره بالاتر از 7 از لحاظ زبان عمومی حتما باید ادوانس باشی. حالا دیگه با تکنیک و یه تایمی که تمرین و تست زدن و اینا یکیشو بتونی برسونی به 7.5 یا 8 که اوورالت بشه 7.5. خیلی نمازی، خیلی نمازی. بعد گفتن که برای نمره خوب رایتینگ باید چیکار بکنم؟ برای نمره خوب رایتینگ خب اول از همه که باید بلد باشی یه چیزی بنویسی، یعنی اینکه زبان عمومیت باید خوب باشه. چیز دیگه ای که لازم، اون زبان عمومی که همیشه اصلا بیس کارمون، باز میگم با توجه به چه نمره‌ای که بخوای، اگه 5 بخوای در حد 5، اگه 6 بخوای در حد 6، اگه 7 بخوای در حد 7، زبان عمومی باید در اون حد باشه. بعد که در اون حد زبان عمومی رو داشتی، برای رایتینگ خب یه ریتوریک رایتینگ رو باید یاد بگیری، یعنی که اون استاندارد رایتینگی که مثلا یک نامه داره یا دیسکرایب کردن یه گراف داره و یا یه مقاله نوشتن داره، اون ریتوریک اونو باید بلد باشه، که همونی که گفتم که یه معلم خوب میتونه راحت اینو به شما یاد بده. برای تسک 1 آکادمیک که تقریبا یه سری فرموله که شما این فرمولا رو یاد میگیری و بعد استفاده میکنی، تسک 1 جنرال هم تقریبا همینجور، یه نامه است که باید بنویسی. برای تسک 2 سوالی که خیلی بچه‌ها دارن اینه که ما ایده نداریم چجوری ایده پردازی کنیم، که این در اصل جواب سپیکینگ هم هست. تو سپیکینگ هم خیلی وقت بچه‌ها میپرسن که ما ایده نداریم چی کار کنیم، البته جوابش متفاوته. برای رایتینگ بهترین راه اینه که شما سمپل بخونید، یعنی اینکه برین سمپل های خوب که تنها سمپل های که میشه گفت که اینا نمره 9 یا 8 واقعیه یا 7 واقعیه، تنها سورسی که من سراغ دارم کتاب کمبریج، از حالا از کتاب 3 تا الان که 14 هم هست، تای کتاب اونایی که تایپ شده اونا تنها سورس هایی که 100% نمره که گفته همون نمره 9 و بقیه هم نمره داده و اون نمره که داده هم نمره واقعی شده. بنابراین سمپل خوندن بسیار بسیار کمک میکنه به ایده پردازی، خصوصا که تاپیک های رایتینگ برای آیلتس تکراریه، یعنی یه ژانرای خاصی رو دارن که همشون توی اون ژانرای خاص تکرار میشن. برای سپیکینگ
باز یه سوالی که خیلی از من پرسن میگن که خیلی وقتا اینا رو تو شما از من پرسید من فارسی شما بلد نیستم جواب بدم چی کار کنم؟ و جواب اینه که امتحان سپیکینگ امتحان جنرال نالج نیست. کسی نمیخواد ببینه شما دانش عمومیت چقدره، میخوام ببینن تو چجوری حرف میزنی. بنابراین توی فارسی هم شما ممکنه یه سوالی از من بپرسی به فارسی و منم فارسی زبان باشم و جوابش ندونم. بنابراین یکی از چیزایی که تست داره شما رو اصلا تست میکنه اینه که اگر یک سوالی ازت پرسیدن که جوابش رو نمیدونستی باید چجوری جوابش رو بدی. پس نسسرلی شما لازم نیست که جواب این سوالا رو بدی، فقط اینه که تو شرایط اگر که قرار بگیری و یه سوالی از شما بپرسن که جوابش رو ندونی چجوری میخوای برخورد کنی، که باز دوباره برمیگرده به زبان عمومی. من یک سوالی همیشه برای خودم مطرح بود، ما خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم در مورد رایتینگ به طور خاص که همه اسکیلاشون رو حدود مثلا 7.5 8 7.5 7 7.5 بعد یهو این رایتینگ مثلا حدود 6 بعد مشخصم از فرد تمرین کرده و زمان عمومیش هم بد نیست مثلا 6 یا 6.5 این چیه قضیه؟ چجوری میشه این گپ به وجود میاد بین بقیه نمرات و رایتینگ؟ دلیلش خب به هر حال ببینیم سکیل رایتینگ، من و شما فارسی زبون الان به ما بگن یه مقاله فارسی بنویس چجوری می‌نویسی؟ خوب نمی‌نویسم. یعنی که به هر حال یه سکیلیه که سخت‌تر از بقیه اسکیلاست، بنابراین نسبت به بقیه اسکیلا تمرین بیشتری هم میخواد و معمولا یه اسکیلیه که نه معلم ها دوست دارن درسش بدن و نه شاگرد ها دوست دارن که تمرینش کنن. و توی مؤسسه یا حالا کلاس های زبان عمومی مخصوصا توی مؤسسات بخشی از کتابی که often به عنوان homework assign میشه و بچه ها میگن برو خونه بنویس بیار و هیچ کاری روش نمیشه، بنابراین کاری که روش شده از بیس کمتر و شما وقتی که میخوای برای امتحان آیلتس آماده بشی باید جبران اینو بکنی. از طرف دیگه الان تقریبا 3 ساله که رایتینگ هایی که ما تو مرکزهای IDP امتحان میدیم توی ایران و کشورهای دیگه همه دنیا، یعنی فرقی نمیکنه که شما بری باکو یا استانبول یا خود کمبریج بشینی یا نمیدونم پاریس، هر جایی بری امتحان بدی برگه رایتینگ شما اسکن میشه و فرستاده میشه به استرالیا و کانادا و... نه اینجا قبلا توی ایران سعی میشد ولی الان دیگه توی ایران سعی نمیشه و همه این رایتینگ ها اسکن میشه و فرستاده میشه به یا کانادا یا استرالیا و اونجا سعی میشه. اتفاقی که میفته اینه که شما قبلا اگه رایتینگ مینوشتید و من ایگزامینر ایرانی سعی میکردم ریتوریک رایتینگ تو، یعنی مفهوم چیزی که مینوشتی برام exactly یعنی بهتر میفهمیدم که چی داری میگی چون توی این شرایط دارم زندگی میکنم، ولی الان که رایتینگ شما میره اون بر دنیا literally اون بر دنیا یا کانادا یا استرالیا و یکی سعی میکنه که هیچ ایده ای از شرایط زندگی شما نداره، بعضی وقتا یه چیزایی مینویسیم که برای کسی که اون شرایط توی زندگی نمیکنه مفهوم نیست. و توی رایتینگ بخشی داریم که به نام کوهیرنس که یعنی مفهوم باشه. خیلی وقتا این لاجیکال اندرستندینگ رو اون رایتر اون اگزامینر نداره. راه حلش هم آسونه، یکی این که اگر که میخواین یه چیزی بنویسین که سپیسیفیکلی مربوط به کشور، شهر، کوچه، خانواده شماست اینو مطرح کنین، بگین توی محله ما، توی کشور ما که اینجوریه این اتفاق میفته. و یا بهتر از اون که رایتینگ های سمپل های رایتینگ های کشور دیگر رو بخونیم، بین المللی بخونیم که ایده هایی که ایده پردازی هایی که میکنین ایده پردازی هایی باشه که نسسریلی فقط تو کانسپت ایران معنی نده. خیلی عالی، خیلی عالی، مرسی مرسی. خب بعد فرمودن که آها برای روز امتحان گفتن برای کم کردن استرس چی کار میشه کرد؟ افزایش تمرکز و کم کردن استرس. من خودم شخصا خیلی کارای استرس زا اگه کلمه باشه که تو شرایطی که خیلی استرس داره خیلی زیاد قرار هنوزم میگیرم و گرفتم. چیزی که به من ثابت شده اینه که هر موقع که برای کاری که میخوام بکنم به اندازه کافی آماده باشم استرس ندارم. بنابراین اگر که شما
ببینید شرایط امتحان به هر حال برای هر کسی توی هر شرایطی سخته، فرقی هم نمی کنه که چه امتحانی باشه. حالا مخصوصا توی امتحانهای مثل آیلتس و تافل که بهشون میگن های استیک تست، یعنی تست هایی که به معنای واقعی کلمه زندگی شما رو تغییر میده، طبیعتا سطح استرس بالاتره. ولی هر چقدر که شما از قبل آماده تر باشی، یه کارلیشن برعکس دیگه، شما هر چقدر که آماده تر باشی استرست میاد پایین تر. و اینکه حالا وقتی دیگه رسیدی اونجا، این کاری که من خودم میکنم وقتی که قراره که یه کاری انجام بدم، دیگه وقتی رسیدم توی اون زمان توی اون مکان قرار گرفتم، با خودم میگم که همینه که هست دیگه، من I've done my best، حالا شد شد، نشد نشد. خیلی هم عالی. خب بعد فرمودن که چطور از طریق کتاب خوندن و سریال دیدن زبان یاد بگیریم که برای آیلتس هم مفید باشه؟ کتاب خوندن و سریال دیدن به نظر من نباید خیلی به عنوان چیزی که ایژوکیشنال ولیو داره استفاده بشه. یعنی شما به نظر من کتاب و سریال و فیلم باید بخشی از let's say learning process من باشه که من استراحت دارم میکنم. یعنی کتاب که میخونم کتاب رو برای لذت کتاب خوندن بخونم، و فیلمی که میخوام ببینم برای لذتش ببینم، و سریال که میخوام ببینم. برای اگه بخوام یه سریال رو ببینم، میدم به دقیقه پوز کنم، دیکشنری چک کنم، یه کتاب بردارم. من خودم نان نیتیو سپیکرم اف کورس، که همه چیز توی انگلیسی بلد نیستم، و کتاب میخونم، سریال میبینم، و 100% خیلی جاهاشو ممکنه که متوجه نشم، و تو بیانیس ویدیو I don't care. اگر که کانسپت رو متوجه بشم که چیه، اصلا برام مهم نیست که این کلمه رو میفهمم یا نمیفهمم. برای همین به نظر من این که بخوایم به عنوان سورس آیلتس به فیلم و کتاب نگاه کنیم و بگیم من چجوری از اینا استفاده کنم که آیلتس نمره بهتری بگیرم، اصلا کلن ایده غلطیه. یعنی اونو شما میتونی برای بهتر کردن زبان عمومیت فاین نگاه کنی، ولی بازم نه به عنوان این که من میخوام درس بخونم پس برم یه سریال ببینم. درس تو کتاب و با معلم. اوکی. خب گفتن که البته اینو اشاره کردیم، گفتم وقتی که تو آزمون آیلتس و تافل سوالی میپرسن که ایده خاصی راجبش نداریم، چطور جواب بدیم و کلا راهکاری بدیم که مثلا بتونیم ایده سازی بکنیم؟ باز تکرار میکنم که سمپل خوندن. سمپل خوندن بهترین راهه. خیلی هم کار خیلی هم راحته. یعنی شما فقط کافیه که تو گوگل بزنین IELTS speaking part 1 یا مثلا IELTS writing task 2 یا حتی دو تا کیورد از task 2 تونو وارد کنین، you get zillions of links. ولی خب باید اون اطلاعات اولیه رو داشته باشین که تشخیص بدین که کدوم سایت خوبه، کدوم سایت حالا خیلی خوب نیست. اونم میگم دو تا سمپل از کتاب های اصلی خونده باشین، you will have an idea. Yeah. پرسیدن که پیشنهادتون برای کسانی که میخوان بعد از 6 سال دوباره آزمون بدن به دلیل اکسپایر شدن مدرک چیه؟ اگر که 6 سال پیش کلاس رفتن و نمره خوبی هم گرفتن، متریال امتحان از نظر من هیچ فرقی نکرده. از همین امروز که 4 ژانویه 2020 یه فرق خیلی کوچیکی امتحان لیسینینگ کرده که دیگه اون اگزمپل اولش وجود نداره، یعنی تکرار نمیشه. ولی غیر از اون واقعا به نظر من نه سورس ها هیچ فرقی کردن، بهتر شدن سورس ها، ولی سورس هایی که شما با عنوان متریال که بری ازش با استفاده از اونو درس بخونی، آف کورس که خب بهتر شدن، آپ تو دیت شدن، ولی خود سیستم امتحان هیچ فرقی نکرده. بنابراین یه براش اپ که بکنن، یه ریویو بکنن کاری که قبلا کرده 6 سال پیشو، و یه دو تا ماک تست که بدن، they'll be fine to go. بعدش آها فهمیدن که مراکز برگزاری آزمون با هم از لحاظ کیفی چه فرقایی داره، کدومشون بهتره با وجود که البته هر سال هم دیگه تغییر میکنن؟ خب من خیلی سورس مناسبی نیستم برای اینکه بگم کدوم از سنترها بهتره، ولی چون که خودم
اکسپریانس نکردم آف کورس همه سنترا رو. من خودم سال 2010 سنجش امتحان دادم که دیگه امتحان برگزار نمیکنه. 2017 دین و دانش امتحان دادم. سیستم پروشاد ایرسافام و آیلتس تهرانم از نزدیک باشون آشنایی دارم. برای شخص من شما باید به نظر من شما باید ببینید که نید شما چیه. برای شخص من لرنینگ استایلم اینجوریه که وقتی میخوام یه چیزی بخونم یا یه تستی بزنم گشنم میشه، قندم میفته، بنابراین باید یه جایی باشه که یه چیزی به من بدن که من بخورم. این برای من مهمه. یا برای شخص من مهمه که سنتری که میخوام امتحان بدم، اصلا کاری به سنتر ندارم، مغازه‌ای که میخوام برم، فرودگاهی که میخوام برم، برای من ترجیح میدم که کوچیک‌تر باشه. یعنی مثلا میگن فرودگاه بزرگ استانبول for me it's a disaster، چون میدونم که باید 45 دقیقه از یه جایی به یه جای دیگه راه برم، هیچ جذابیتی برای من نداره، ترجیح میدم یه جای کوچیک باشه که بتونم زود برسم. سنترم همینجور، برای من جایی ارجحی که جای کوچیکتری باشه که به من بهتر رسیدگی کنن، کمتر تو نوبت باشم. و این سوال رو بهتره که بچه‌ها از هم بپرسن، از کسایی که اخیراً امتحان دادن. سنترها هم خب آف کورس که در طول سالها شرایطشون رو بهتر میکنن، الان خب رقابت زیاد شده، حتما بهتر میشن نسبت به قبل، حتما که خب حالا اصولا سعی میکنه که حالا توی رقابت بهتر باشه. همه هم که خدا رو شد توی کانال های تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم اینجور جا فورم و اینا همه با هم در ارتباطن. بهتر اینه که از نمیدونم که علامش چی میشه بفرد همکیش کسایی که مثل شما میخوان امتحان بدن یا اخیراً امتحان دادن، از اونا بپرسید. Having said that، باز میگم حرفی من دارم میزنم مال مثلا 3 سال پیشه، اون موقع به نظر من پروشات سنتر خوبی بود به خاطر اینکه جدیدن باز شده بود و خب امکاناتشون جدید بود. کلن یه پیتزا فروشی هم تو محلتون با میشه، وقتی با میشه بهتر از بقیه هست دیگه. حالا کیپ استانداردشو کیپ کرده باشه، باز میگم چیزی که بچه هم میتونن جواب بده. بعد گفتن که اگه 2 ماه وقت داشته باشیم روی چه چیزهایی بیشتر تمرکز کنیم زودتر، که زودتر و بهتر بتونیم نتیجه بگیریم، مثلا گرامر، استراتژی و تمرین نمونه سوالات، لغت. خب این سوال باز نمیدونم کجا مو داره، نمیدونم کجا میخوام برم و برای همین من به طور کلی میگم مثل این که مثلا شما میخوای رانندگی کنی، برای رانندگی که حالا مهم نیست که بخوای از تهران بری اصفهان یا مثلا میخوای بری از تهران با ماشین مثلا میخوای بری توکیو. اوکی، اِتز دیفرنت روت، یو نید دیفرنت ثینگز. مسلماً چیزی که لازم داری متفاوت خواهد بود. ولی به طور کلی فرض کنیم به طور کلی اگه وقتتون کمه باید روی خود تست زدن کار کنی. یعنی توی 2 ماه هیچ تغییر عمده‌ای تو سطح گرامر من یا وکب من واقعا اتفاق نمیفته. حداقل برای من اینجوریه که کلمه‌ای که تو این 2 ماه یاد گرفته باشم و به احتمال اینکه بتونم به درستی استفاده کنم خیلی کمه، چون جا نیفتاده برام و گرامری که اخیراً یاد گرفتم و بعیده که بتونم به درستی استفاده کنم. برای همین اگه زمانتون خیلی کمه به نظر من فقط باید تست بزنین، رایتینگ بنویسین و یه فیدبک بگیرین و یه کسی رو داشته باشین که روی اسپیکینگ هاتونم بهتون فیدبک بده. بعد گفتن که آیا درسته که مرکز آزمون آیلتس در استانبول نمره بهتری میده و آیا استانبول رو معتبر میدونید برای آزمون؟ اخیراً یکی از مؤسسات اونجا بلیت رفت و برگشت و اعلام میدن همراه با آزمون 5 میلیون میگیرن. برای من اتفاقا این فرستادن یه خانومی بود که تبلیغش رو داشت میکرد که فلان سنتر استانبول، اون که من در استانبول هم نبود فکر کنم آنتاریا بود یا همچین جایی بود که 5 میلیون. من تو بیام ایس ویدیو من اگه بودم میرفتم، چون 5 میلیون یه سفر عادی به استانبول 5 میلیون خرجشه دیگه، حالا چه فیک باشه چه راست باشه. ولی اگر که میخواستم واقعا این امتحان برام اهمیت داشت و نمرش مهم بود و ددلاین داشتم، خیلی پروازه که باید چک میکردم تو خود سایت is.org ببینم همچین سنتری وجود داره یا نداره، توی اون تاریخ همچین امتحانی هست یا نیست.
و اگر که بود خب میرفتم، ولی از لحاظ اینکه نمره بهتری به شما بدن، از لحاظ آی دی پی که گفتم سپیکینگ و لیسینینگ که هیچی، اصلا کلید داره، از رو کلید سعی میشه، چیز سلیقه‌ای و سابجکتیوی نیست. رایتینگ رو که همه اسکن میشه فرستاده میشه، فرق نمیکنه شما امتحان بدین یا ندین. تنها فرقی که وجود داره اون اگزامینر سپیکینگه که خب توی ایران معمولا فکر میکنم الان شاید 100% یا قریب به اتفاق اگزامینر رو توی ایران برای امتحان سپیکینگ ایرانی باشن، ولی کشوری دیگه شما ممکنه که از هر نشنالیتی اگزامینر داشته باشی، ممکنه اگزامینر ترک باشه، ممکنه انگلیسی باشه، ممکنه آمریکایی باشه، ممکنه هر نشنالیتی چینی باشه. قبلا تو ایران هم یه اگزامینر چینی داشتیم. برای شخص من فهم یک ایرانی که داره انگلیسی حرف میزنه آسان تر از فهم یک ترکه که داره انگلیسی حرف میزنه. به نظر من این یه باور غلطه که شما برین کشوری دیگه امتحان بدین. باز میگم having said that، من اگه بودم، به خاطر که من سفر خیلی دوست دارم، یه بهونه برای سفرم میشد، میرفتم هم امتحان میدادم هم فال هم تماشا، مگر اینکه نمره امتحان برام مهم باشه، نخوام استرس یه شهر جدید، کشور جدید، پرواز، هزینه، به هر حال همه این چیزایی که باید در نظر بگیریم برای نمره گرفتن راهشی نیست. خب پرسیدن که یکی بخواد از صفر شروع کنه و یادگیریش هم خوب باشه چند ماه طول میکشه به آیلتس 6 برسه؟ بازم همون چند ماه، ولی خب نه این سوالش درست بود. از صفر شروع کنم؟ از صفر شروع کنم کجا؟ صفر. میخوام برسم به 6، میخوام برم اینجا، چقدر طول میکشه؟ یک سال این تو هم جواب بده. یک سال که بره کلاس زبان الان شروع کنه، هر روز بره کلاس، حالا هر روز منظورم 5 روز هفته است یا 3 روز در هفته، حدودا 9 ماه 10 ماه زبان عمومی بخونه، سطح زبان عمومیشو برسونه به اینترمیدیت، مثلا 6 ترم 7 ترم اونجوری، شاید بیشتر میشه، بستگی به مؤسسه داره دیگه، حدودا 10 ترم که بخونه. مثلا من موقع که سفر کار میکردم هر ترمی تقریبا 3 هفته بود، بنابراین حدودا 10 ترم که بخونه زبان عمومیش برسه به اینترمیدیت، 2 ماه 3 ماه هم که تکنیک بگیره میتونه 6 بشه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. برگردیم. خب گفتن که بعد از اینکه مدرک آیلتس رو گرفتن برای آماده شدن واسه مهاجرت و زندگی در خارج از کشور و بهتر شدن سطح زبان در مکالمه و امور روتین زندگی چیکار کنیم؟ لازمه کلاس خاصی بریم، کورس خاصی رو دنبال بکنیم؟ خیلی بهتره که اگه بتونم برن کلاس های دوباره کلاس زبان عمومی، یعنی شما رفتی امتحان تو بوده یا 6 میخواستی 7 میخواستی هر چیزی که میخواستی نمرات رو گرفتی، میری مؤسسه. باز از من که میپرسن کجا، من میگم توی تهران خصوصا walking distance، یعنی یه جایی که بتونی راحت بری و بیای، حتی مقدور جایی که پیاده بتونی بری بیای، نشد دیگه یه جایی که خیلی دور نباشه ازت، یه مؤسسه خدا رو شکر، خدا رو شکر که همه مثلا ما تو خود خیابون خودمون فکر کنم 3 تا مؤسسه هست، امتحان کنم ببینم کدوم، یا پرسجو کنم ببینم کدوم بهتره، هم فعال دارم تماشا خوشم میگذره. حالا توی خونه با اودیو بوک گوش کردن، پادکست گوش کردن، تلویزیون دیدن، تو خونه خود ما من وقتی تو خونم فکر نمی کنم که 5 دقیقه پشت سر هم بگذره که هیچ چیز انگلیسی اتفاق نیفتاده باشه، یا دارم گوش میدم، یا دارم با یکی حرف میزنم، یا دارم یک چیزی میخونم، یعنی این اکسپوژره که شما در معرض زبان قرار بگیری، با توجه به اینکه ما توی یه کشوری زندگی میکنیم که انگلیسی زبان نیست، شما باید از موقعیت‌های دیگه یا برای خودت ایجاد کنی که اکسپوز بشی به زبان، نه اینکه نسسری بشینی بخونی یا نوت برداری یا همین که فقط توی محیط این انگلیسی بچرخه، خودش خوبه. یا اینکه کلاس بری. خب گفتن که اینم باز شبیه سوالات قبله، ولی خب تون پرسیدن ما این پرسیدن، گفتن که اگر 6 ماه وقت داشته باشیم برای آزمون آیلتس، بهترین برنامه‌ریزی که میتونیم داشته باشیم تا نمره 7 به بالا بگیریم تو همه اسکیل ها چی هست؟ اول از کدوم اسکیل شروع بکنیم
و چطور بتونیم تو بخش اسپیکینگ و رایتینگ ایده سازی بکنیم که اینو گفتید و اونها رو بست بدیم. ولی این که مثلا از کدوم اسکیل شروع بکنن، آره. این سوال اولش که چه جوری بخونن تو 6 ماه که به 7 برسن باز نمیشه جواب داد چون کجا هستن و نگفتیم. آره. ولی این که از چه اسکیلی شروع بکنن این سوال خوبیه. اصلا نمیشه گفت که از چه اسکیلی شروع بکنم، همه یه اسکیلا هند این هند دارین. شما نمیتونی یه اسکیل مثلا لیسینینگ رو بخونم خب حالا بذارم کنار، حالا برم سراغ ریدی خب اینو بذارم کنار برم سراغ سپیکینگ، by the time که you get to writing یه هیچی از لیسینینگ یادت نمونده. برای همین بهترین حالت اینه که شما اینا رو با هم قاطی کنی. مثلا اگه قراره که من هر روز تایم بذارم برای آیلتس خوندن، بهتره که در روز یه receptive skill یه سری بهش بزنم، یعنی listening یا reading، یه دونم productive هم یا writing یا speaking، و یه تایمی هم بذارم برای vocab یا grammar. یعنی اگر من روزم تقسیم کنم به سه تا تایم میشه و نهایت 3 ساعت در روز، یعنی بیشتر از اون دیگه رد میکنم loop help. آره واقعا، یعنی اگه بیشتر از اصلا بارها و بارها اینو به دوستای خیلی نزدیکم هم گفتم و اکثرا هم گوش نکردن که بیشتر از این وقت نذار، چون به اصطلاح خودمون میبری که نمیشه، خسته میشی و استاپ میکنی. ولی اگر من بخوام حتی اکثر 3 ساعت وقت بذارم در روز در کنار کارهای دیگه زندگی که برای امتحان وقت بذارم، یک ساعتشو بذارم روی لیسینینگ یا ریدینگ، یک ساعتشو بذارم روی سپیکینگ یا رایتینگ، و یک ساعتشو بذارم روی وکب یا گرامر. یعنی دوتا سکیل، یه دونم سیستم. خیلی همون. حالا من احساس میکنم یه جورایی این کار سخته، به خاطر اینکه آدم سمت اون چیزی که ضعیفه توش نمیره. مثلا من شخصا شروع کرده بودم مدتها رایتینگ اصلا دست نمیره. آره باید یه هولی باشه که آدم بده بره سمت اون چیزی. اگه یه کسی رو بتونی پیدا کنی که بتون، ببین هر کار طبیعتا آدم هر کاری که بلد نباشه سختش انجام دادنش. اگر که بتونی یه کسی رو پیدا کنی که بتون یاد بده، وقتی راهش رو بلد باشی، خوبی امتحان آیلتس و درس خوندن برای آیلتس. و اینکه من مدت هاست که توی آیلتس موندم به خاطر اینه که بچه هایی که امتحان آیلتس میخوام بدن واقعا با انگیزن، و اگه با این انگیزه شروع کنی و درست شروع کنی حتما پیشرفت میکنی، حتما ایمپروومنت میبینی. و این ایمپروومنت واقعا یک ماه نمیخواد، 10 روز، در حد 10 روز حتما میبینی که بهتر شدی اگه راهو درست بری. و وقتی که ببینی که بهتر شدی، این خودش دوباره به شما انگیزه مضاعف میده، و این انگیزه مضاعف باز چی که باز بهتر بشی. و این همینطوری it's a positive cycle که همینجوری بهتر میشی. بارها شده که من خودم به بچه‌ها گفتم مثلا فلانی مثلا سام دیگه ننویس دیگه، اوکی دیگه بسته، خوب شدی دیگه، برو امتحان بده، و جواب داده که من تازه خوشم اومده از رایتی، تازه میخوام بشینم بنویسم. یا خود من نمیخوام امتحان بدم، نه به اون صورت قصد مهاجرت دارم، ولی هر تایم یکی پیدا کنم یه چیزی مینویسم، یه تستی میزنم، به خاطر اینکه دوست دارم، به خاطر اینکه بهم خوش میگذره. Love it and it will love you back. فقط باید راهشو پیدا کنی که بهت خوش بگذره. همشو درست میزنی؟ نه منم واقعا همشو درست نمیزنم، و این یه چالنجیه. اتفاقا اگه همشو درست میزدم که دیگه چالنج نداشت برام. چالنج اینه که ببینم این یکیه میتونم همشو درست بزنم، و اگه نتونستم چرا نتونستم. این برام لذت بخش. خیلی عالی، خیلی. حالا اینو من حقیقتش شاید شما بهتر بتونید گفت. پرسیدن که چیکار کنیم تا مغز عادت کنه لیسنینگ رو به خاطر بسپوری و سریع یادداشت کنی بنویسی تو آیلتس. یعنی ها فکرم نوت برداری اینا کلیمای ماست. یه بار دیگه سوالشون آره، چیکار کنیم تا مغز عادت کنه لیسنینگ رو به خاطر بسپوری و سریع بنویسی تو آیلتس. آخه برای چی باید به خاطر بسپاری؟ مگه بعداً میخوای بنویسی؟ همون موقع که میگه باید بنویسی؟ نمیدونم. یعنی یکم سوالش سخته بفهمیدنش، ولی چیزی رو ما نباید به خاطر بسپاریم توی لیسینینگ یا توی رایت یا توی ریدینگ. همون موقع به همون موقع همزمان که داره میگه شما باید بنویسی. باید بزنید. آره، وگرنه دیگه too late. اوکی.
بعد یکی دیگه پرسیدن که یه توضیح در مورد مدیریت زمان روز آزمون بدین که وقت کم نگیریم برای روز آزمون. یکی این که توی لیسینینگ، من اینو بارها دیدم، تو قسمت لیسینینگ بچه ها به شما 10 دقیقه اضافه تر وقت میدن که جواب ها رو از توی بوکلت منتقل کنین توی انسر شیت. من واقعا تعجب میکنم که هنوز کسایی میان سر امتحان لیسینینگ و مستقیم دارن میرسن توی انسر شیت. خب آف کورس که یه چیزی رو میس میکنی، از اون بوکلت رو به شما دادن که توش بنویسی و قبل از امتحان حتی میگن که شما توی بوکلتتون بنویسین و بعد 10 دقیقه فرصت دارین. و من باز هم میبینم بچه هایی که سر امتحان همزمان دارن واردن میکنن توی انسر شیت که خب اصلا unbelievably wrong، یعنی هیچ اکسکیوزی من برای این قضیه قبول نمیکنم. این از لیسین. برای ریدینگ معمولا سکشن های یا پسج اول معمولا کمتر از 20 دقیقه وقت میگیره و پسج سوم معمولا بیشتر از 20 دقیقه وقت میگیره. بنابراین هم توی خونه هم سر امتحان باید یه جوری تایم رو منیج کنم که سعیم بکنم که اون پسج یک رو زیر 20 دقیقه تموم کنم که این تایمی که از پسج یک هم میمونه رو بچسبونم به پسج سه که بتونم پسج سه رو که بیشتر از 20 دقیقه وقت میخواد وقت بذارم روش. و اینکه فکر نمی، یعنی I'm almost sure که هیچ مؤسسه ای از شما نوت نمیخواد، بنابراین لزومی نداره که شما هر چه تا سوال رو جواب بدی، بستگی به اینکه میخوای چه نمره ای بگیری. برای 6 گرفتن که تقریبا نصف سوال رو جواب بدی میتونی 6 بگیری، برای 7 حالا بستگی به آکادمی که جنرالش متفاوته، ولی لزومی نداره که همه یه سوال رو جواب بدی. بهتره که اگر من وقت کم میارم وقتمو بذارم روی سوال هایی که بهتر میزنم، اونایی که میدونم توی خونه من مثلا سامریامو بهتر میزنم یا هدینگو بهتر میزنم، وقتمو بذارم روی اونا و اونا رو درست بزنم. فرقی هم نمی کنه که شما سوال یک رو درست بزنی یا سوال 40 درست بزنی، هر سوالی یه نمره داره. وقتمو بذارم روی اون تستایی که بهتر میزنم، روی اون پسجایی که بهتر میزنم و اینجوری زمانم مدیریت کنم. برای رایتینگم خب پیشنهاد میشه که 20 دقیقه وقت بذارین برای تسک 1 و 40 دقیقه برای تسک 2. باز به نظر من بهتره که از تسک 1 بزنین، تو حدودا مثلا 12 دقیقه 15 دقیقه بنویسین و 5 دقیقه اضافه شو نگه داریم برای تسک 2 چون نمرش بیشتره. فرمودن که برای نمره اسپیکینگ 7.5 چه راهکارهایی پیشنهاد میکنی؟ فقط حالا به طور خاص برای اسپیکینگ زبان عمومی در حد ادوانس و بالاتر، یعنی حداقل C1، اعتماد به نفس دیگه برای 7.5، تمرین روی تیپ سوالا که چه تیپ سوالاتی میاد، مدیریت وقت توی اون 2 دقیقه که بعد تو سکشن 2 یا پارت 2 اسپیکینگ بعد 2 دقیقه حرف بزنیم، حتما بعد 2 دقیقه برای حرف بزنیم. حفظ نکنیم به هیچ وجه، یه جمله حفظ کردشی نمرت میاد زیر 7 و trust me که اگزامینر میفهمه که شما کدوم رو حفظ کردین کدوم رو حفظ نکردین. دیگه 7.5 که هیچی. و اینکه همش یادم باشه که این سوالا قرار نیست که دانش عمومی منو ارزیابی کنه، هدف اینه که حرف زدن من ارزیابی کنه و من بتونم هر سوالی ازم پرسیده شد اصلا بگم نمیدونم جوابش چیه. ولی اینو باز وقتی حتی شما تو فارسی هم از من یه سوال پرسید من جوابش ندونم چی میگن، همینطور نمیشینم نگاه کنم که یه چیزی میگم مثلا نمیدونم مطمئن نیستم اما تو فلانی گفته که یا اینجوری که شنیدم یا فکر میکنم که به هر حال یه هجیش میکنم و یه چیزی میگم. اصلا گیر نکنم، نخوام کلمه های عجیب و غریب علوم سلامتون حرف زدنم به کار ببرم که کوهرنس هم میاره پایین و کوهیژن هم بدتر از اون میاره پایین. Natural. The more natural you speak, the better you are. خیلی همه.
من یه سوالی الان بر خودم پیش اومد. یه چیزی که خب خیلی مطرحه و مثلا حالا تو یوتیوب آدم که میگرده این ویدیوها رو نگاه میکنه یا چیزهای مختلف خیلی گفته میشه به خصوص حالا در مورد رایتینگ، اینه که میگن که خب بیا این قالب رو در نظر بگی بعد اینا توش رو پر کن. چقدر اوکیه که ما از اون قالب استفاده بکنیم؟ ببین قالب استفاده کردن هیچ اشکالی نداره. شما میتونی از چه میدونم جمله‌های تمپلیت هم استفاده کنی، به شرط این که اون جمله‌ای که داری استفاده می‌کنی اگر داری می‌نویسی مثلا the advantages of یه چیزی outweigh the advantages of یه چیز دیگه، این یک جمله شما با جمله قبل و جمله بعدش از لحاظ زبان عمومی magic word زبان عمومی بخونه، وگرنه اگر که نخونه این جمله نه تنها و شما نمره نمیده بلکه به عنوان memorize sentence ازتون نمره هم کم میکنه. بنابراین it all goes back to general English. یعنی واقعا من میتونم جواب تمام سوالای شما رو فقط بگم general English general English general English general English. و حالا به خودم خیلی ازم میپرسن که چیکار کنیم و تمام مدت جواب من اینه که get a teacher go to class general English. و خیلی وقتا جواب میاد که مثلا نه بابا مثلا نمیدونستم. خب اگر میدونستی پس چرا میپرسی؟ ولی راه دیگه ای واقعا من حتی اگر سراغ ندارم یا اینکه من میخوام سلف استادی کنم فاین 20 سال وقت داری، اگه وقت داری سلف استادی کن، اگر که نداری خب get somebody to help you. مثل اینکه من بگم من میخوام خودم دکتر شم مریضی خودم رو خودم درمان کنم، اوکی بشون برو بخون درستاشو بخون 20 سال دیگه خودت خودتو درمان کن. خیلی خوب. حالا به طور خاص حالا یه سوال در مورد ریدینگ پرسیدن که راجع به اینکه چطور مهارت ریدینگمون رو تقویت کنیم، اینکه چه کتابایی برای آیلتس پیشنهاد می‌کنید برای ریدینگ. یه چیزی هم که حالا نه اینو بپرسید. اوکی. برای ریدینگ خود کتابای کمبریج. من خودم شخصا خیلی وقت از من سال 2004 تا حالا دارم آیلتس درس میدم و از سال 2004 تا حالا شخصا کتاب دیگه یا به عنوان ریسورس استفاده نکردم که باش بخوام ریدینگ تمرین کنم به غیر از کتابای کمبریج. کتابای کمپلیت آیلتس رو نگاه کردم خیلی دوست نداشتم. کتابای مایندست رو دارم الان نگاه کنم به نظرم کتابای بهتری هن. ولی واقعیتش اینه که از 2004 تا حالا که الان میشه 16 سال من هنوز نرسیدم که این کتابا رو 14 تا کتاب و همه ریدینگاشو بزنم و کسایی که اینا رو همه رو زدن و میگن ما دیگه سورس نداریم I really don't understand، چون به غیر از اینکه ما مالیش گروشن راه دیگه ای نداره که شما همه کتاب رو زده باشی. بر هم به نظر من بهترین سورس اونه. به غیر از اون برای وکب ریدینگ یه لیستی هست میتونن گوگل کنن به نام AWL list AWL academic word list. یه لیست نداره در از AWL academic word list. من تو کانال تلگرام هم گذاشتمش، گوگلش هم بکنن بلافاصله میاد. یه سری کلمه هست که ربطی هم به آیلتس نداره ولی شما هر متن آکادمیکی رو بذارن جلوت اگه این کلمه رو بلد باشی میتونی بفهمی که اون متن در مورد چیه. میگم به غیر از کتاب های کمبریج از 3 تا 14 تنها کتابی که به نظر من کتاب بعدی نیومده کتاب های مایندسته که جدیدن اومده. باز همه اینا رو میگم هم توی هایلایت سورسیز گذاشتم هم توی آی جی تی وی در موردش حرف زدم، هم 4 تا ویدیوی 15 دقیقه‌ای فکر کنم کلا در مورد ریدینگ حرف زدم توی آی جی تی وی که فکر می‌کنم بعد نمیشه بچه ها ببینید. خب بعد اینکه در مورد ریدینگ پرسیدن در مورد لیسنینگ هم پرسیدن، فرمودن که بعضی ها میگن با اینکه کمبریج رو کاملا مسلط هستن بازم نمیشه نمره لیسنینگ رو به 7 برسونن چون لهجه استرالیایی هست. راهنمایی فرمایید لطفا. خب یک، چجوری کمبریج رو کاملا مسلط هم؟ یعنی چی؟ یعنی زدن همه رو. آها، زدن همه رو فرق داره با اینکه من مسلطم به همه. باز میگم به نظر من اصلا این مثلا یه خب من دیدم کسایی که مثلا همه اینا رو زدن بعد دور برگردن بخونن، یعنی فقط زدن که مهم نیست. کاری که میکنم میزنم بچا تست رو میگم خب اوکی 15 تا زدم، خب حالا یکی دیگه 20 تا زدم، خب حالا بعدی 30 تا زدم. اینکه
تمرین نمیشه که شما 2000 تا تست لیسینینگ هم بزنید فرقی نمی کنی. مهم اینه که از اشتباهاتت یاد بگیری، یعنی باید ببینی چرا من این دفعه 25 تا غلط داشتم، این غلط هم چی بوده، چی رو بلد نبودم که نتونستم این تست رو بزنم. و اگه این کار رو بکنین حتما بهتر میشی. اگر هم که بهتر نمیشی، اگر تست 4 تا تست داری و این تست ها هیچ کدوم از اون یکی بهتر نشده یا احساس پیشرفت نمی کنی، there is something wrong. و اون چیزی که is wrong is your general English. خیلی خیلی وقت بچه ها قرار می زنن که ما سیکشن سی لیسینینگ رو نمیتونیم بزنیم، multiple choice رو نمیتونیم بزنیم. multiple choice جاییه که شما رو برای general understanding تست می کنه. یعنی ممکنه توی حرف زدنش بگه such lousy weather و از شما اصلا شما lousy تو آپشنات نداری. باید بفهمی که lousy weather یعنی چی که بتونی آپشن bad weather رو انتخاب کنی. ولی یه جای دیگهش گفته مثلا Tommy's bad because Tommy's good because he doesn't like to come out with us in this lousy weather. بعد سوال پرسیده که هوا چطوری، شما های بد چنیدی و این بعد مربوط به یه چیز دیگه بوده. سیکشن 100% جنرال understanding میخواد. به نظر من در متاسفم که این حرف رو میزنم، دلم نمیخواد اینو بگم، ولی به نظر من لیسینینگ در طی این چند سالی که من کار میکنم سخت‌تر شده. یعنی فقط تکنیک خاص خیلی دیگه جوابگو نیست و شما باید حتما زبان عمومی خوب باشه. I'm sorry که همه سوالاتون جوابش زبان عمومیه. نه یه موقع خبر بده کسی که لیسینینگ چیز 8 میخوان یکم هم سخت‌تر شده. جو کامنتار نه هنوز چند سوال مونده بعد میتونیم اگه وقت باشه. آره کلا فکر کنم وقت داریم این موضوعی ها. آره ولی خود چون حوصله‌اش سر میره. اوکی پس من تو سعی بقیه شما هم خب اینا خیلی نزدیکن. آها در مورد تافل بپرسم. اوکی خب اول اینکه بعد از اینکه این تغییرات تو تافل انجام شد تو آگست و اینا کلا نظرتون چیه، چون در مقایسه با هم دیگه این کسی که بخواد انتخاب کنه چیجوری باید انتخاب کنه؟ یکی این که من اگه خودم میخواستم که کسی رو بر اساس زبانه بر اساس دانش زبانیش ارزیابی کنم خوب. حتما ازش بخواستم که امتحان تافل بده، با اینکه من خودم آیلسیه، ولی به نظر من تافل خیلی امتحان دقیق تریه برای تعیین میزان زبان انگلیسی شما، به خاطر اینکه تکنیک بیس نیست. آیلس رو اصطلاحا میشه گول زد با تکنیک، ولی تافل رو نمیتونی گول بزنی، یعنی باید واقعا زبانت عمومیت خوب باشه تا بتونی امتحان تافل بدی. این که سوال میپرسن بچه ها که من تافل امتحان بدم یا آیلتس، یکم به نظر من سوال ایررلونتیه، چون هیچ کس برای دل خودش که نمیره امتحان آیلتس یا تافل بده. این یه ریکوایرمنته، بنابراین شما باید ببینی که اون جایی که میخوای بری، دانشگاهی که میخوای بری، جایی که میخوای اپلای کنی، جایی که میخوای مهاجرت کنی چی ازت میخواد، و نه تنها چی ازت میخواد، چه نمره ای ازت میخواد. و این معمولا یا آیلتس میخوان یا تافل میخوان با یه نمره خاصی. however بعضی جا هستن که ممکنه هر دوتاشو از شما قبول کنن. اگر که هر دوتاشو از شما قبول میکنن، باز again it depends on your general English. اگر زبان عمومیتون خوبه go for TOEFL، یعنی هیچ تکنیکی هیچی نمیخواد، همجور برو بشین امتحان بده، دوتا امتحان ما قبلش بده که سیستمشو بدونی و برو امتحان بده. اگر زبان عمومیت خوب نیست، امتحان نمره گرفتن توی آیلتس با تکنیک بیشتر. اوکی خوب بود. من دو تا آزمون رو دادم ولی هیچ وقت اینو درک نکردم که مثلا آره ببین مثلا برای مثال میزنم، مثلا شما مثلا توی رایتینگ آیلتس همونطور که گفتم تاپیکا محدوده، یا پولوشن، چه میدونم اکسیدنت، چاقی، کار، ادویکیشن بچه هاست، یا همچین چیزا. یه سری تاپیک های محدود خاصی رو داریم که شما باید در مورد اون را بنویسید، 15 تا رایتینگ بنویسید، همه تاپیک ها رو کاور کنید. ولی توی تافل شما باید چیزی گوش بدی بر اساس اون چیزی که شنیدی چیزی بنویسی، بنابراین هیچ پریپریشنی از قبل نمیتونی داشته باشی. چون از قبل نمیتونی هیچ پریپریشنی داشته باشی، خب اگر من زبانم خوب باشه خیلی آسون تره که برم امتحان تافل بدم دیگه، چون خودش داره به من میگه چی بنویسم، من اول گوش میدم بنویسم. خب حالا سوال این بود که برای اسپیکینگ تافل و آیلتس توی تهران چه کلاسی پیشنهاد میکنین؟ لازمه کلاس خاصی بریم، کورس خاصی رو دنبال کنیم؟ کلاس که گفتم هر جایی بهتون نزدیکه.
و اینکه بچه‌ها میگن که مثلا این مؤسسه خوبه اون مؤسسه بده، تا حدودی من اینو قبول دارم و به هر حال یه مؤسسه، هر مؤسسه استانداردهای خودشو داره، مدیرای خودشو داره که بدونن که ولی واقعیتش اینه که شما ممکنه یه کلاسی بری و نمیگم معلمت خوب باشه، خود من به عنوان معلم خیلی وقتا تو کلاسام کسایی هستن که خیلی دوستم دارن و توی همون کلاس با همون تکنیک و همون مکان همون رفتار کسایی هستن که اصلا خوششون نمیاد از من. بنابراین نمیشه گفت که اینو بس داد به همه که فلان مؤسسه همه معلماش بدن یا فلان مؤسسه همه معلماش خوبن، اما باز این همون چیزی که قبلا گفتم در مورد سنتر و اینو در مورد ماک تست هم باز تکرار میکنم و الان در مورد مؤسسه هم، من سورس خوبی نیستم برای اینکه بگم کدوم مؤسسه مؤسسه خوبیه. من خودم الان با هیچ مؤسسه همکاری نمیکنم متاسفانه، واقعا هم هیچ اطلاعی ندارم. حالا میتونم بپرسم از بچه ها ولی بهتره که از همدیگه بپرسم که کدوم مؤسسه رو ازشون راضی بودن و برن همونجا. خیلی عالی. همین حالا در راستای بعدی سوال پرسیدن که خودتون کجا درس میدین و چه جوری میشه اگر کسی بخواد باهاتون کلاس بگیره؟ من خودم در حال حاضر، یعنی الان مدتی از که 2 ساله که دیگه کلاس خصوصی و مؤسسه اصلا ندارم، بیشتر من ورکشاپ دارم، ورکشاپ هایی که میرم شهرستان، همین آخر هفته دارم میرم جاتون خالی نیشابور، کلاس های اینجوری فشورده ورکشاپی دارم تو شهرستان های مختلف، گهگداری تهران کلاس دارم و کلاس های آنلاین همه رو همونجا تو اینستاگرام اعلام کنم. خیلی هم عالی. خب 5 دقیقه وقت داریم، میخواییم بریم سراغ دیگه؟ اینا شبیه به همون هست، شبیه به همون. واسه تقویت دایره لغات در سطح متوسط به بالا چه کتاب خوبی میشناسید؟ برای لغت کتاب من خواهم کتاب وکبیلری فور آیلتس رو خیلی دوست دارم، چاپ کیمبریج. کلا هم هر کتابی که کیمبریج بیشتر از بقیه کتابا ریلایبل، خیلی خیلی کتاب خوبیه، همون یه دونه رو بخونم بسشونه. ولی به قول مامان من نظام یک کار میکنه ولی درست خوب بخونم. خیلی عالی، ما تقریبا تموم شد. حالا اگر شما نکته ای صحبتی چیزی دارین اضافه بکنید؟ نکته ای که اضافه میتونم بکنم اینه که گول کسایی که میگن ما شما رو 3 ماه از این به اون میرسونیم نخورین. اگر واقعا زبان عمومیتون در حد ادوانس نیست با 3 ماه و 2 ماه و فشرده و فلان و اینا، نمرتون واقعا به 7 نمیرسه. اگر که واقعا این هزینه ها رو دارین میکنین، اصلا این کلمه ای این که من شما رو، من شخصا اگه یکی بهم بگه من یه چیزی رو تضمین میکنم برات، اصلا به اون آدم اعتماد نمیکنم. چطوری میخوای تضمین کنم؟ من خودم رو نمیتونم تضمین کنم، شما چجوری به من تضمین کنی؟ بنابراین این کلمه تضمینی به نظر من یه مارکت بیشتر نیست. امیدوارم که مؤسساتی که تضمینی کار میکنن بعد به من حمله نکنن. این نظر هامبل اپینین منه، هیچ چیز تضمینی توی به نظر من توی زبان وجود نداره. توی زبان که خیلی شدیدتر، چون به هر حال ولی خب فرده که میره امتحان میده. اگزکتلی. اصلا شاید اصلا من شاید روز امتحان شما من تضمین کردی، من روز امتحان کناری میزد زیر گریه، من لیسنینگ رو نشنیدم. چه جوری تضمین؟ ایتس ریدیکولس. و اگه که من اجازه بدم که این آدم ها منو گول بزنن، حقمه. و نکته دیگه الان اینو گفتم یادم اومد، خیلی ها الان باب شده که اینقدر میگیرن، 300 میلیون میگیرن، 80 میلیون میگیرن، فلان مؤسسه از ما 80 میلیون گرفته، شما بگو گول این مؤسسه رو نخورن، بقیه یکی رو بفرستن گرین کنن جای من امتحان بده فلان بیزار. اینا درسته یا نه؟ من میتونم بگم حتی دایرکتوری که اینجوری میاد و جوابم نمیدم، به خاطر اینکه به نظر من شما اصلا اگه منتالیتیت اینه که من سر یکی رو کلا بذارم و گولش بزنم، حقته که سرت هم بیاد که گول بخوری. اینا خیلی خفن. آره من میگم این که میکنن یا نمیکنن، میشه یا نمیشه رو واقعا هیچ ایده‌ای ندارم، ولی میگم اینم که به من میگم مثلا این سایت رو معرفی کنی، این سایت اینقدر پول میگیره فلان میکنه، و من اصلا نکردم، چون اعتقادم به اینه که ببخشید که اینقدر کرول میگم ولی
حقت اگر که پولتو بخورن you deserve it. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خیلی ممنون. ما دیگه وقت نداریم که دیگه کامنتار باز کنیم. ما دیگه فکر کنم در یکی دو دقیقه تایم داریم. بله این خیلی آره به ما هم چیزا رو میگن که ما میگم حوصله بگیریم. یه سوال پرسیدن که نمیدونم من چون همه بخشا رو نبودم، تغییر در واقع از تافل به آیلتس چقدر میسره، اصلا چقدر امکان پذیره، چقدر زمان میبره، باز حالا تو لیول های خودش دیگه، یعنی مثلا طرف اگه درش 6 و نیم هست حالا تو همون لول تافل، ولی منظور سویچ کردن یه جوره. سویچ کردنش بستگی داره. اگه کسی که برای تافل خونده بخواد به آیلتس سویچ کنه بعد تکنیکای آیلتس رو یاد بگیره، ولی کسی که برای آیلتس خونده بستگی به زبان عمومیش داره که چقدر راحت بتونه بره امتحان تافل رو بده یا نه. ولی کلن به طور کلی هر چقدر شما زبان عمومیت بهتر باشه نمره بهتری از تافل گرفتن راحت تر تا از آیلتس گرفتن. آیلتس به هر حال باید تکنیکش هم بلد باشی. و با توجه به این چیزی که گفتین، اگر کسی مثلا واسه آیلتس خونده باشه بعد، خب اینو ما خیلی تو دانشگاه آمریکا میبینیم که به شدت میزنن تو سر آیلتس به خاطر اینکه آره مثلا یه آیلتس بالایی میخوام ولی یه تافل خیلی پایین. بعد من خودم گاهی اوقات میگم به بچه‌ها که روی یک دانشگاه خاصی جواب خیلی خوب گرفتم و همونو میخوام برسونم، میگم خب مثلا همین الان سوئیچ کن برو تافل بده. پس این منظور شما شدنیه، کسی از آیلتس به تافل راحت تر میتونه بره تا برعکسش. تا برعکسش خوبه باز. اوکی آخرش دوستان یه سری پرسیدن که آیدی ایشون آیدی اینستاگرامش رو بذارید، فکر کنم تو پستی که اول گذاشتیم هست ولی حالا توی تلگرام اونم آیدی کانال تلگرامشون هست. دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود، من خودم خیلی استفاده کردم. خیلی لطف کردید تشریف آوردید. مرسی، شب خوبی داشته باشید. قربان شما، ممنونم که ما همراه بودین. شبتون بخیر.